شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا می‌کنم. امروز ششم هست از ماه جون، در روز چهارشنبه. در روزهای چهارشنبه مدتی است خدمت شما مطالبی از کتاب شاهنامه می‌خوانیم. اجازه بدید پیش از پرداختن به کتاب شاهنامه بعض مطالب خدمتتون عرض کنم. بعد از این که و اجازه اعلامیه بگم خدمتتون، و اون این که روز دهم، روز یک شنبه، همین شنبه آینده دهم از ماه جون، در اورنج کانتی هستیم، در محل 2575 مکیوی، در باب هویت ملی صحبت از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر. تلفن 949-551-9272 هم تلفن اطلاعات هست. در روز یک شنبه گذشته در تلویزیون اندیشه ضمن صحبت با آقای فرامرز فروزنده، سخن از آقای علی شریعتی و اینها شد. ایشون میگفتن که همش تقصیر روشنفکرها بوده و اینها. عرض کردم آقا اینا یه مش عوام الناس بودن، این آقای علی شریعتی از عوام بوده، عامی بوده. بعد شنیدن که در همون روز یک مرد محترمی رو بردن که ایشون گفته است آقا این آقای شریعتی در دانشگاه‌های فرانسه درس خونده، آقا ایشون خیلی روشن فکر بوده اینا. من تعجب کردم. اینا همه گرفتاری از اونجاست که ما عناوین سخنان رو تعریف نمی کنیم. آقا اول تعریف کنیم روشن فکر یعنی چی، ببینیم بعد آقای علی شریعتی روشن فکر بوده یا نبوده. خب باید تعریف کنیم. اگر ما بیاییم و به بچه های دبستان نگوییم تعریف دایره چیست، تعریف مثلث و مستطیل چیست، تشخیص نمیدهد. وقتی که ما تعریف نکنیم یک دایره زنگی میگیم آقا این چه شکلی است، خب بچه نمیدن چیست. اول باید دایره رو تعریف کنیم، آقا دایره چه شکل هندسی است، تعریف کنیم. اول تعریف کنیم آقا روشنفکر تعریف داره و مدار دانشگاهی. اول خدمت این دوست عزیز عرض میکنم که مدارج دانشگاهی با مراتب روشنفکری نسبت مستقیم نداره. گفت خر عیسی گرش به کعبه برند چون بیاید هنوز خر باشد، سعدی فرمود. این یک. دومی که روشنفکری تعریف داره. حالا قبل از که تعریف روشنفکری کنم عرض میکنم که این آقای علی شریعتی در کشور فرانسه یک دو سه تا مؤسسه هستن از این مؤسسه های چگونه بگم آبکی اونیورسیته، مدرسه السنه شرقی درست کردن مدت هاست که مردم به زبان خودشون برن اونجا درس بخونن، دکترا بگیرن. دکترای دولتی فرانسه رو من ندیدم کسی داشته باشه بین ایرانیان. میدونم یک نفر داشته، دکتر صدیقی. در این آمریکا هم از این دانشگاه ها هست، یونیورسیتی آف بالتیمور مثلا، یه چیزی چهار تا اتاق درست میکنه آقا میاد مدرک میده. بعد وقتی شما بخوای بری اینو ولیدیت بکنی، یعنی ارزشش رو در اداره فرهنگ، میگن آقا ما اصلا به رسمیت نمیشناسیم. یه دوست عزیزی هم داریم در همین کالیفرنیا، شب تو اتاقش دکترا صادر میکنه. یه روز ما گفتیم آقا شما دکترا میدید دانشگاهت کجاست، استادان شما کیا هستن، دانشجویان شما کجان، کتابخانه شما چند کتابخانه داره، تحقیقات در دانشگاه شما چیه، نمیدونم چی ورلد یونیورسیتی، از این حرفا. یکی کاغذ بی ارزش، یعنی اون مرکبی که روی کاغذ رو مالیده شده، حیف اون مرکب، حیف اون کاغذ. می نویسه دکترا رو پخش میکنه در این تلویزیون ها. این مرد محترم را میره آقا به شما یه دکترا بدیم، از این به بعد ایشون بگید دکتر. ما ایرانی هم مرده چیزیم دیگه، مرده عناوینیم و القابیم، این میراث قاجار هاست و قبل از اون و اینا. دوست داریم به ما یه چیزی بمندن، دکتری، مهندسی، چیزی. گفتیم آقا شما دانشگاهت کجاست پدر، غیر از خودت توی اتاق چی داری؟ حاصل این شد که رفته از گفتن این مشیری هم پول ها میگیرد از این جمهوری اسلامی. آقا بیا جواب بده، بگو آقا دانشگاهت کجاست، آدرسش بده، ما میام دیدار دانشگاه شما. خب شما که خنده دار اینه که به اون مید پتروس چپ پشیمون از این ورقه پست کرده، بعد پس هم گرفته. خنده آوره واقعا، خیلی مضحک کار ما ایرانی ها. دوستان عزیز، باری در فرانسه یه همچی جای هست،
این علی شریعتی هم اونجا بوده. همه هم میدونن که این اونجا بوده. خب تو از کجا آمدی؟ من از مثلا رشت آمدم، میخوام اینجا دکتر. خب شما برو راجب تعزیه حسین یه چیز بنویس بردو بیار. شما راجب عرض کنم حبیب ابن مظاهر برو یه تیکی بنویس بردو بیار، بینم دکترات بردو برو. بعد از 6 ماه به یه سال دکترای دولتی دانشگاه یعنی فرانسه ما ندیدیم، بنده ندیدم. یعنی اونیورسیته همه داره، هر کس فرانسه بوده 6 ماه یکی داره. این علی شریعتی هم از اون دانشگاهی ها بوده دوستان عزیز. خب تحقیق بفرمایید. این یک مطلب از مدارک دانشگاهی این آقای علی شریعت. دومی که روشن فکر یک صفت مرکبه و جدیدم هست، جدیدم هست. یعنی شما در ادبیات قدیم ایران در تاریخ چیزی به نام روشن فکر پیدا نمی کنید. در زمان قاجاریه و قبلش یه چیزی به نام منور الفکر ابداع اختراع کردن، بعدی منور الفکر چون اندکی ثقیل بود از شبت که شد روشن فکر. خب روشن فکر میگوییم این روشنی در تضاد با یک تاریکی قابل شناخته، مگه نه؟ همواره یه چیزی به عکس خودش شناخته میشه. خب بنابراین روشن فکر کسی است که برای برون رفت از اون تاریکی چراغی برافروزه و راهی نشان بده تا روشن فکر به حساب بیاد. فلانی روشن فکر، خب چیکار کرد؟ ما استبدادی داشتیم، استبداد پادشاهی بود. خب میگرفتن، میزدن، میکشتن، بدم نبود. هر میشود که بالاخره مردم در اعمال و رفتار شخصیشون آزاد بودن. این آقای علی شریعتی خیلی روشن، اون چی میخواست؟ اون یک حکومتی میخواست که 50 برابر اون بکشه، سیاهی و تباهی رو به مملکت وارد بکنه، پدر صاحب تاریخ و فرهنگ همه رو از بین ببره. این آقا روشن فکر بوده. خب این که برون رفت از تاریکی چیزی نداشته که، این که ارتجاعی بوده. این آقای علی شریعتی آدم مرتجعیه، این جستجوگر حکومت اسلامیه و بازگشت امام زمان این حرفاش هست. کلاس گذاشته بود سر ساواک. این ساواکی هم اقعا بی سواد بوده که از اینا بی سوادتر کسی نیست. این گفته بود آقا این آخوندها با شما، حالا من میخوام جوانها رو با اسلام جدید آشنا کنم. کلا گذاشته بود سر این، با ساواک هم کار میکرد. کتاباشو بخونید، خنده آور این مقالطاتش، مسخره است به خدا قسم. کتاباشو نگاه کنید. فاطمه فاطمه است. خیلی خوب باشه. کتابای دیگرش در باب فیلسوفان نظرشو برید نگاه کنید ببینید چی میگه این مرد. یک آدم بسیار بسیار عقده‌ای، کمپلکس‌های عجیب داشته این آدم. نفس هر چیز سازنده کرده. آدمی بوده که در واقع از موضع نفرت علیه چیزی حرکت می‌کرده. در روز فضای تاریک استبداد روزگار گذشتم هیچ فضای دادستانی نبود. این آقا آمده بود بساطش پهن کرده بود، ساواک براش پهن کرده بود. در حسینی ارشاد مبتدیان رو این به خودش کشیده بود، به سوی خودش، و از این حرفا میزد. یک مش دروغ میگفت، تحریف میکرد. یک آدم زبان آوری بود که عرض میکنم که با چرب زبانی دروغهای شاهدار بود. به مرد پر مغالطه است. یعنی شما وقتی نگاه کنید میبینید که این ذهنیت، این ذهنیت عمیقی نبوده، یا آدم دانایی نبوده، یا آدم دانش آموخته ای نبوده. یک آدم مرتجعی بوده که از دور حرم رضا پاشو رفته فرانسه، یه 6 ماه یه سالم اونجا مونده برگشت. روشن فکر بوده علی شریعتی. راهش چی بوده؟ فکرش چه بوده؟ نه خیر، پیشگامان روشن فکری. خدا رحمت کند اجداد شما را، شما مرد خوبی هستین برادر. ولی آخه پیشگام روشن فکری که اینا نبودن که، اون قبل از مشروطه بودن، یه مش آدم بودن، آدم درست حسابی ما داشتیم. علی شریعتی روشن فکره. جستجوگر حکومت اسلام و نمچی چیز امام زمانه نهایتا.
ما باید یک امام پیدا کنی پشت سرش بیستی. آرزوهاش هم برآورده شد، امام هم وارد شد. دکتر اونیورسیته در باب تعزیه و ریش پرخون حبیب ابن مظاهر اونجا تحقیقات میکنن. این آقای عبدالکریم سروش هر شبت که یه چیزایی نوشته، من حالا میخونم. دوستی به من از ایران زنگ زدن، ایشون به شیوه مرضیه عرض کنم که گلستان سعدی سج و قافیه به هم مرتبط میکنه و یه چیزایی در میاره. ایشون هم هنوز به راه مستقیم به نظر من، یعنی ایشون مثل مرغی که دو تا بند به پاش بوده، یکیش پاره شده اما بند دیگری بر پاش هست، پرواز نمیتونه بکنه. گرفتاریشون بنده، همون بند دین که به پاش، گرفتاریش همون مدرسه حقانی و نمیدونم. من شک ندارم آدمای مثل این مرد محترم آقای سروش زمانی که در مدرسه حقانی میرفته در آرزوهاش میخواسته محمد غزالی بشه مثلا. خودی بزرگتر غزالی نداری در کار دین و دین شناسی هر. بعد که امام اومده و ایشون دیده که بابا چیز شد و فلان، بعد آرزوی عدل علی حتما داشته. به شیوه علی هم یک دوشکی انداخته میز و تشکیلات وزیر فرهنگ میگن انداخته بیرون، این بزرگوار نشسته رو نهالی این علی ابن ابی طالب. یه ابوذری نداشته فقط در دستش، عمار یاسر، که عدل علی رو چیز کنه. حالا عدل علی چگونه بوده که هرچی آدم بی عرضه بوده، هرچی آدم با عرضه بوده از کار بیرون کنه، علی این کاره بوده دیگه. عقل سیاسی که نداشته که. هرچی آدم نماز و روزه خون بوده که روزش خوب بوده، نمازش خوب بوده، روزه میگرفته بذاره سر کار. قیس ابن سعد ابن عباده رو از کار برداره، محمد ابن ابوبکر بی عرضه رو بذاره سر جاش. ایشون هم شروع کرده از همین کار. استادای بزرگوار ایرانی رو مجرب رو از کارها بیرون کنه، واحدهای درسی دینی رو اضافه کنه تا عدل علی رو که دلش میخواست حالا برقرار کنه. بعد دیدن آقا نمیشه، بیرونش کردن. من چی شد این آقا؟ نه غزالی شد نه عدل علی، مثل عدل علی رو پیاده کنه. حالا دست بردار نیست. حالا ببینید چی گفته اینجا عبدالکریم سروش. نظریه پرداز، نظریه پرداز یعنی چی؟ کدوم نظریه رو پرداخته ایشون؟ من نمیفهمم اینا چی می نویسه بی بی سی. نظریه پرداز، نظریه پرداز یعنی چی؟ تئوریسین مثلا چه چیزی هست ایشون؟ کدوم نظریه رو پرداخته؟ نظریه پرداز ایرانی موقع آمریکا با صورت بنسبت به توهین به مقدسات مسلمانان و همچنین صدور احکام ارتباط برای توهین کنندگان واکنششون داده. خب در این بیانیه که در روز سه‌شنبه 16 خرداد 5 جوان منتشر شده است، از سوی فقیهان رسمی حکومت ایران به خاطر مسابقه گذاشتن در صدور حکم ارتداد و از سوی دیگر کسانی که به عقیده وی در ناسزاگویی به پاکان و پیامبران گوی سبقت کرده بودند مورد انتقاد قرار گرفتند. آقای سروش نوشته است که گروه اول به عمد و اصرار میکوشند تا نشان دهند که اگر بیش از این قدرت یابند سری را بر گردن مرتدی و جانی را در کالبد کافری به جا نخواهند نهاد. شیخ اجل سعدی. آقا مثل امروزی ها بنویس پدر جان، چی مقام نویسی برای کی میکنی آخه؟ فکر میکنی چیز خوبیه مثلا؟ اینا عایق معنی امروز. این طرز نویسندگی عایق یک نوع فضل فروشی است. آقا شما که مطلب داری برای بیان به زبان درست بیان کن. خب سری را برگردن مرتدی و جانی را در کالبد کافری، حیف که مرتدش این سجش درست نشد، و جا نخوان. و گروه دوم نیز به ایرانیان دیندار این پیام را میدهند که اگر از چنبر استبداد به جهند آزادی به دست آمده را صرف تمسخر و تخفیف آموزگاران دین و آموزهای آنها خواهند. که این کسی حرفا رو زده؟ کجا کسی همچین حرفی زده؟ از کجا آوردی؟ نشان بده ببینیم آقا مستند شما چه کسی گفته که اگر که چنبر استبداد فلان بشن
آزادی به دست و صرف تمسخر و تخفیف آموزگاران دین میکنه. کی حرف اینو مغلقات چه میفرمایید آقای سروش؟ کی کسی حرف رو زده؟ خواهند که و به حساب دینداران خواهند رسید. نه آقا، گفتن به حساب جنایتکاران، آخوندهای جنایتکار خواهند رسید، به حساب شما هم احتمالاً خواهند رسید به خاطر کاری که کردید و معذرتی که نخواستید هنوز. هر موقع میپرسن آقای سروش، آقا پاکسازی کردی؟ چیکار کردی؟ بفرمایید ببینیم شما شغل چه بود؟ آقا ما 11 نفر بودیم در این کار بودیم، اون 10 تا هم بیارین تا من حرفم بزنم. آقا این چه باقاله تیز میفرمایید؟ شما بفرمایید چه کردید؟ اون 11 نفر بلکه نمیدونم مرده باشن، حتما هم چند تاش مرده، نمیدونم. حالا ببینید. و به حساب دیندارا خواهند رسید. بله. تمام آزادی به دست آمده را و صرف تمسخر و تخفیف آموزگاران دین و آموزه های آنها. کدوم آموزه؟ آقا 1500 سال آموزه چی بوده این آموزه که ما نمیفهمیم؟ آقا حاصله چی بوده که من نمیفهمم اینجا نشستم؟ آقا ما آب روزخونه کرج خوردیم به قول اون نویسنده ایرانی. چرا من نمیفهمم این آموزه ها چیه؟ چی بوده این آموزه ها؟ آموزگاران دین چه کردن برای این مملکت؟ مگر همینا نیستن که تو فیضی قومن؟ جز حرف لاطائل و مزخرف و مفت خوری و خمس و زکات خوردن مال مردم، آقا چی کار کرد؟ آقا یه کتاب بیارید ببینیم آقا چیه در حد رباعی دو بیتی های بابا طاهر ارزش داشته باشه. بیارید ببینیم آقا. آموزگار دین این لغت ها چیست به کار میبریم؟ به چه درد بخوره این حرف ها؟ مردم که شناختن شما رو که آموزه ها و دین آموزگاران دین و فلان. آقا مردم زندگی میخوان بکنن. این سربارها و یه پسفکند قر اعصار و قرون که بوی تعفنش دنیا رو گیج کرده دیگه نمیخوان. حالا شما هی از این حرفا بزن. آموزگاران دین و به حساب دینداران خواهند رسید. بیانیه این نظریه پرداز ظاهرا در واکنش به حوادثی است که اخیرا و بعد از متهم شدن شاهین نجفی خواننده ایرانی مقبال به توهین به امام دهم شیعیان و دیگر امامان شیعه به وقوع پیوسته است. در پی متهم شدن آقای نجفی به این توهین، فتواهای از جانب سه تن از مراجع تقلید منتشر شد که توهین کنندگان به امامان شیعه در آنها مرتد خوانده می شود. از میان این مراجع صریح ترین اظهار نظر از سوی آیت الله حسین نوری همدانی انجام شد که گفت فرد توهین کننده به امام دهم شیعیان محکوم به ارتداد است و افسود هر کس مرتد شد حکم معلوم است. در فقه سنی به کسانی که از این خارج می شوند مرتد گفته می شود و مجازات آنها اعدام است. هیوم و کانت و هگل و مارکس و فویرباخ، ببینید اینو می شود مغلطه نیم دراپینگ، یکی از مغالطات بزرگ در تاریخ جدید زبان و ادبیات، نیم دراپینگ. اگه کسی نیم دراپینگ کرد یعنی شروع که از دهنش اسم بریزه، ببین داره مغلطه میکنه. آقا میاد همون کلاس 6 هم سواد نداره، میگه آقا شما اگه فویرباخ نخوندی و هگل نخوندی و اونم چی نخوندی و ارسطو ندیدی و اونم چی ندیدی و کانت نخوندی، آقا چی میگی؟ برای چی حرفا رو میزنی؟ حرف خودت بزن چی بلدی؟ اینا نیم دراپینگه، مغلطه است. آدم های معمولاً بیدانش بیسواد این کار رو میکنن. حالا چرا اینا رو دراپ میکنه آقای سروش؟ میخواه بگه من به امور آزادی واردم، لیبرالیسم رو میشناسم، فویرباخ رو میشناسم، هرم میشناسم. آقا جمع کن، آقا ذهنیت همون ذهنیت مرتجع آخوندیه، همون مدرسه حقانیه دیگه. ما رو گرفتی؟ ما رو میترسونن با این حرفا؟ آخونده با عربی میترسونن؟ اینا با این حرفا عوام رو میترسونن. مغلطه نیم دراپینگ، پرت و پرت و پرت از دهنش داره نام بزرگان میاد بیرون. هر کس اینجور سخنش شروع کرد یا میان سخن از این حرفا زد، بدانید که آدم بیسوادی است. جا به جای سخن مطلب مهمی اگه نقل شد شما ریفرانس میدید که متناسب با سخنت باشه. این مطلبی که گفتم از فلان متفکر مغرب زمین بود یا یونانی بود یا چی بود، لکی پشت سر هم اسم بریزید زمین. میخندن آدمون، یک
کم دانایی دارن به این مطالب میخندن. دوستان من از فقری که حاکم هست بر این فضای فکری ما من خیلی متاسفم واقعا. خب هیوم و کانت و هگل و مارکس و فویرباخ و همه ناقلان محترم دین بودن و دینداران الالعبد و وامدار موشکافی اندیشگرانه آنانن. عبدالکریم بشون آقا چه کار بکیران به کاری آدم حسابی ها داری آقا شما؟ ایشون هنوز مفهوم آزادی رو درست نفهمیده. آقا اصلا توحید معنی نمیده. انسان بایستی آزاد باشه، خدا رو مسخره کنه، علی رو مسخره کنه یا نکنه، میخواد دلش بخواد باید بتونه مسخره کنه، پیامبران و اولوالعزم رو دلش بخواد باید بتونه مسخره کنه. آقا جان کاریکاتور بکشه، فیلم بسازه، کتاب بنویسه. اولوالعزم آزادی یعنی این، آزادی بیان. آزادی بیان دیگه حد نداره که، تا اینجاش خوبه، اینجاش توهینه. آقای چه حرفی، شما دارین تو مغرب زمین زندگی میکنید، پس تو که فویرباخ و کانت و فگل پلا پلا میشناسی؟ متوجه نشی که اصلا توهین معنی نمیده؟ هر کس دلش بخواد باید بتونه توهین کنه. آقا آزادی بیان پشتیبان بیان آزاد حدی هم نداره، و این بیان آزاد فقط منظور زبان نیست، هر چیزی که در واقع یک اکسپرشنی هست، نمایندگی فکری رو میکنه، اون زیر سایه آزادی بیان محافظت میشه. مثل سوزاندن پرچم، ناراضیان آمریکایی در از روزگار جنگ ویتنام گفتن آقا ما ننگ داریم از اینکه آمریکایی هستیم، آوردن پرچمش کردن سوزوندن، یه عده خواستن اینا رو برن دادگاه، گفتن آقای آزادی بیانه. فیلم ساختن Last Temptations of Christ، آخرین هوس‌های مسیح، از اون هوس‌های جنسی بود. چیکار کردن؟ اومدن به سیخشون کشیدن. یه چهار تا آخون، چهار تا مزخرف گفتن قانون مملکت هم پشتیبانی کرد از بیان آزاد اون فیلم ساز. یا اون فیلم ساز مشهور که معتقد بود که یهودیا کشتن مسیح رو، به چه حالتی نشون داد شلاق زدن مسیح رو. یه موش یهودی پیدا شدن و یه سر و صدا علیهش کردن و اینا، ولی فیلمش ساخته بود، پخشم شده بود، دیدین حتما. میدونی کیو میگم؟ توهین به این، توهین به اون. فقط این فضای استبداد توهین معنی میده. آقا چه توهینی؟ هر کسی دلش بخواد خدا رو نقد کنه، الله مدینه رو با ریش بکشه، اون بهشت و حوریای لخت 80 متری رو میتونه کاریکاتورش رو بکشه، اون جوی عسل کثیف و اون شیر گند و اون تشکیلات و اینا رو که مایه تهوع انسان هست میشنوه، اونا رو میتونه تمسخر کنه، مایه مسخره هم هست. توهین نیست که انسان میتواند بیانش رو هر چی در پس اندیشش میگذره میتونه باید بتونه بیان کنه، هیچ حد و مرزی هم نیست. سخنش اگه لاطائله جامعه هیچ توجهی نمیکنه، اگر در سخنش حرف ممتازی هست، اندیشه نیکی هست، جامعه سود میبره. به نام تقی و نقی و نمیدونم چی. آیت الله نوری همدانی در اسفند 1386 نیز در فتوای جداگانه گفته بود که نظریه های مذهبی عبدالکریم سروش ریشه نبوت قرآن و وحی را زده، و اگر این اقدام از روی غرض باشد مسلم باید به تکلیف خود عمل کنند. حالا اون دیگه کیه که ایشون میگه ایشون ریشه فلان زده؟ وی بدون توضیح بیشتر در مورد این تکلیف تایید کرده بود مطالب سروش از سلمان رشدی بدتر است. سلمان رشدی نویسنده بریتانی اندیتوار در بهمن سال فلان به خاطر اینکه کتاب شیطانی که از نظر ادعای مسلمان حاوی توهین به پیامبر اسلام بود تحت فتوای آیت الله خمینی به اعدام محکوم شد. عبدالکریم سروش در بیانیه اخیر خود با اشاره به واکنش های برخی روحانیون محافظه‌کار به دیدگاه های خود در سال گذشته نوشته است: صاحب این قلم خود به سبب نقد دین داغ تکفیر زخم ارتداد بر چهره دارد و دینی است که صلیب مری خود را بر دوش میکشد. نه والله به شما کاری ندارم، ولی من قسم میخورم به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر به شما کاری ندارم.
آخوندا با عبدالکریم سروش هیچ کاری نداره. نه که بگم ایشون برای اونا کار میکنه ها، نه، از یه جنس دیگه. به هر صورت ایشون هوا اونا رو داره. وی با این حال ضمن انتقاد از توهین به باورهای دینی، این عمل را در تناقض با دیدگاه‌های تعدادی از متفکران سکولار غربی دانست و آورده است هیوم و کانت و هگل و مارکس و فویرباخ هم ناقدان محترم دین بود. آقا شما نگاه کنید به حرفای ولتر، حالا چسبیدی چرا به هیوم؟ ولتر ببینید چه مسخره‌ای میکنه دستگاه کلیسا رو. ولتر که بزرگترین همه است در نقد دین، باعث مسخره هم هست دستگاه دین. آخه شما فکرشو بکنی، یه آدم ایرانی اسمش حالا نمیدونم جعفرقلی، تا جعفرقلیه بین خودمون از هم هستیم، با هم صحبت میکنیم، بازی میکنیم، یه مرتبه ببینیم رفت تو فیسبوک یه چیزی گذاشت تو سرش، یه آدم دیگه اومد بیرون میگه تو کار کن من میخورم، قیافم میگیره خیلی جدی، نخیر اینجور اونجور لندش هم تغییر میکنه، این شده یک حیوان غیر قابل تحملی. 6 ماه رفته ضرب از زیدون امرون کرده اومد یکی دیگه اومد بیرون، یه دشمن دین و دشمن نمیدونم فرهنگ و دشمن ایران و دشمن ملت اومد بیرون شیطان. به خاطر همون کلمه و عبایه یکی آدم دیگه شد، به طور کل یه چیز دیگه شد. نمیخنده، سیخ را میره، نمیدوه، حرفش میده ته گلوش، کبر داره، غرور داره، میخواد جیب خالی کنه دیگه. هیچ لبخندی بهش نمیبینی. من ندم هیچ کنون لبخند بزنم، همین آقای سروش هم ندم لبخند بزنه، عکس مکساشه که دیدم بعضی اوقات همیشه عبوس طلبکار با منیتی خیلی 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 وحشتناک فرعونی از نسلش پیداست. آدم درویش این کار رو نمی کنه، حرفش ساده می زنه. اجازه بدید که یک موسیقی بشنویم برگردیم. این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن و الله اعلم به رشاد. یه موسیقی پخش کنید دوستان لطفا در اتاق فرمان. تشکر بر شما بچه‌های گرامی. یادی بود از استاد درگذشته موسیقی ایران، استاد فرامرز پایور. کمتر کسی با این جدیت به کار موسیقی پرداخت در این چند دهه اخیر و این همه کار کرد و این تنظیم ها و بازسازی کارهای درویشان و غیره و غیره. درود بر او باد. و صدای استاد شجریان رو شنیدیم با تنظیم از فرامرز پایور اگر اشتباه نکنم. خب میگوید که وی افسود هیوم وقوع معجزات رو نقد کرد، کانت دعا کردن رو بی‌معنا دانست. آقا کانت بالاتر از این گفت، کانت مابعد الطبیعه رو خدا رو یک سره نفی کرد، دعا کردن رو بی‌معنا دانست. هگل خدای تاریخی و حلول می‌پرستی، فویرباخ و مارکس اصلا دوست ندارم این نقل قولای آبکی اینجوری. هم بودن و هم هستن که فراتر از مصلحه میرون و نه به اصلاح دین بل به امها آن میانگیشن و میکوشن. اینا هم مادام که به نقد عقلانی پایبند باشن سعیشان مشکور است و جهدشان ماجور. مقامات حمیدی. آدمیان برای طمع ورزیدن و حسد ورزیدن، بخل ورزیدن، غیبت کردن، مسخره کردن، پرخوردن، پرگفتن، آدرس غلط به جویندگان دادن، به هنگام بیماری نزد طبیب نرفتن و آزادن. یعنی هیچ قانونی آن را منع و مجازات نمی کن. اما در این آزاد بودن پاری از خصال و افعال از اقبح قبائح هند و به هیچ حیله و بهانه پلیدیشان پاک و پیراسته نمی شود. دنبال لغت می گرد. آقای سروش با انتقاد از کسانی که به گفته وی با این استاد که هرچه آزاد است رواست به عقاید مؤمنان توهین می کند. آخه در رد این استاد گفته از آدمیان برای طمع ورزیدن و حسد ورزیدن، بخل ورزیدن، غیبت کردن، مسخره کردن، فخر کردن، فلان فلان اینا. خب این نظریه پرداز خطاب به این توهین کنندگان تاکید، اگر استبداد دینی ایران را نشان رفته اید، نشانه گیریتان خطا است.
دل مردم را به دست آورید تا در مبارزه با استبداد هم دست شما شد. خود شما جان هم چی کاری نمیکنید دل مردم به دست نمیارید. پدر جان صد بار جلوی دوربین پشتتون گفت آقا شما نقشتون چی بود؟ هی شما فرمودید که اون 11 نفرم بیارید 10 نفرم بیارید تا منم بگم. زخم زبان زن و دل مؤمنان را آزردن از خلل سیاسی به دور است. اگر قصد روشنگری و خرافه زدایی و دین پیرایی داری بسم الله راهش نقد علمی و تحلیل محقان همدلانه است و فتح باب دیالوگ و قبول شرافتمندانه رقیب، نه تنها تفریح و تمسخر. خب چهار تا حرف حسابی داشت اینجا الحمدلله. عبدالکریم سروش در بخش دیگر نوشته خود قبیله فقیهان را خطاب قرار داده نوشته است که روشنفکران دینی برخلاف آنها بر اکثر اندیشه ها و ادیان مورد قبول می‌نهند و در آرزوی محال مسلمان کردن و مسلمان شدن همه را ننشستند و همه کافران را لزوماً گمراه و دشمن حقیقت نمی شناسند و برون رفتن از دین را همچون در آمدن در دین از حقوق آدمیان شناخته و جان را برتر از عقیده خدا. پدرت عجب حرف قشنگی زد سروش، بارکلا تبارکلا احسن الخالقین، یه چیز خوب گفت. خیلی خوب آقای سروش خطاب به فقیهان نوشته است که اگر امروز در جهان ایران تنها کشوری و قم تنها شهری است که در آن حکم رسمی قتل مرتدان صادر می شود و از آنان خواسته تا که امروز در جهان ایران تنها کشور و قم تنها شهری است که در آن حکم رسمی قتل مرتدان صادر شود و از آن خواسته است تا بر این کارنامه بی افتخار مهر خاتمت نهند. وی در انتهای بیانیه خود آورده است اگر آفتی و مخافتی هست سکوت شما فقیهان در ستم بازار جمهوری اسلامی ایران است که خبر اقتصابت های قصابانش به تواتر رسیده است و به دل انسانیت و اسلامیت را به درد آورده است. به تاکید کرده است سکوت شما اینک کم از شکایت در مفسده ها و مظلمه ها نیست، دل اسلامیت رو به دست آورده. آقا قربتون برم آقای سروش، قصابی که از اسلام از اول شروع کرده عزیز من، که ابن خلدون میگوید دوران هولناک صدر اسلام هولناک بوده. آقا هولناک همه شکم دریدن بوده و مرتد رو سر زدن، هزاران هزار عرب رو اینا سر بریدن و از کوه به زیر انداختن و آتش زدن چون از صدای اذان از قبیلهشون نمی آمد در زمان ابوبکر. کار اسلام با جنایت بوده، کار اسلام با کشتن مخالف بوده. چه اسلامی پدر؟ حالا بگذاریم مسلمانان خوب بسیارن و بودن، هی خواستن مالکشی بکنن یه چیز خوبی از این بهترشن، ولی حق حق این است که تاریخ اسلام بسیار خونین و خشنه. اصلا اساسا وقتی که اسلام در مکه پیدا شده هیچ طرفدار پیدا نکرد. 13 سال بهترین و زیباترین آیات و قرآنی و زیباترین و انسانیترین تعلیماتش اونجا آورده، گفت آقا بر دنبال کارت، ما نمیخوایم، ما دلم میخوایم اجنی دین پدریمون رها نمیکنیم. به مدینه گفت خیلی خوب، حالا قبول نمی‌کنی نشونتون میدم. یه تعداد آدم جمع کرده از اراذل الناس، حمله به این کاروان، سربریدن اون، کشتن این مخالف، حمله دست جمعی، انگیزه سرقت، چون کسی عرب که نمیمد برای که الله کار کنه، که برای دین کار نمی‌کردن اعراب، که گفتن آقا هر چی مال از مردم گیدیم مال شما، زنشون مال شما، کشته شدی میری به بهشت. این فلسفه اسلام بوده دوست عزیز، لب به لبابش نیست که من خدمت شما عرض بکنم. بابام جو چیزی از دست نمیده که، همش که سوده، که مردنش سوده، زنده موندنش هم سوده. این قوه محرکه بود که تمام دزدان بیابان جمع‌آوری کردن، لشکر درست کردن. وقتی هم که پیغمبر مرده تا 12,000 نفر آدم مفخور بیکار، حالا همه جا هم غارت کردن دیگه، جایی نیست غارت کنن که، قبیله ها رو غارت کردن به زور مسلمان کردن، چیکار بکنن؟ مرتد شدن، اینا رو کشتن، حالا چیکار کنیم؟ حمله کنیم اموال رومیا رو بگیریم؟ این که دیگه اثر من شمس، تعداد جنگ هایی که شده و ضبط شده در تاریخ که گم نشده که. غزوات، حالا این دیوار شکسته متعفن خراب شده روی ما، با اون موشا و
مارا و اژدهاهای زیر دیوار و اینا همه افتن روی ملت بیچاره ایران. آقا یه راهی به روشنی یه چیزی، هر جایی آخوندی داره شاهی میکنه، هیچ معلوم نیست داستان چی. یه حرف خوبی زد این دوست عزیز ما آقای بارس، گو آقا شاه هرچه بود سرنوشت خودش رو با مملکت گره نزده بود، به من زیگه میده اوزان آجونی بیچاره چمزونش رو برمیداشت، آقا نمیخوام من میرم. اینا سرنوشت خودشون رو با هست و نیست این مملکت گره زدن که ما یا هستیم یا با مملکت از میان میریم، ول بکن نیستن که اینا. که مگر هر آخوند یه سرنیزه زیر گلوش بزنن از جاش حرکت کن، با بیانیه و اطلاعیه و اینجور حرفا و مقام نویسی و اینا خبر نیست، روی اینا بیشتر از این حرف هاست. 3 میلیارد پول دزدیدن، هیچی نشستن میگن محاکمه کردیم، داریم محاکمه میکنیم، الان محاکمه میکنیم، دیروز محاکمه میکنیم، کی بودن آقا، اسمشون کیه، هویت اینا دزدا که خودتونیم دیگه. 3 میلیارد حالا چند میلیارد دزدی شده و گندش در نیامده است، اینا به شما خودش کیان اینا، با عکساشونو بزنیم مردم ببینن کی بودن. 3 میلیارد خورندگان 3 میلیارد دلار پول ملت بیچاره، گرسنه آرزوی گوشت داره، گدا پروری میکنن، 3 میلیاردش میدوزه 40,000 تومان بهش میده، گدا پروری، بی آر پروری یا گدا پروری. امت همیشه در صحنه، همیشه در بانک منتظره. حالا اونچنان فشار میارن که گره میخورن، آقا گره 3-4 نفر گره میخورن، تا فشارهای قبلی اونچنان یه مرتبه گره که رها میشه 2 نفر پرتاب میشن رو کانتر بابت اون 40,000 تومانی گدایی. خوشحال و خندان هم هستن، خدا برکت بده به احمدی نژاد، آقا 40,000 تومانی میده، من 12 تا بچه دارم، حالا 3 تا دیگه هم میخوام درست کنم که بشم 15 تا 40,000 تومان میذارم به مین جیبم، اینجا دعا میکنم به احمدی نژاد. وقتی وارد بانک میشن گم میکنه، آدم ها دیگه نمیبینه، پول کجاست؟ پول مفت؟ خیال میکنه پول مفت داره میگیره. برکات اسلام دیگه، اینا پرورش یافتگان مکتب اسلام هن. اینا از فرانسه که نمیدن که پدر جان، که اصل اسلام دست ایناست، حتی دست سروش هم نیست. زمانی که عمامه گذاشت و خمس و زکات خورد اون موقع بله. گرفتاری عمده داریم. برمیگردیم به داستان روشنفکری. روشنفکر در هر جامعه‌ای داره یک معنی است. روشنفکر در آمریکا دیگه کسی نیست که برای دموکراسی کار کنه، یا برای آزادی بخواد سنگ به سینه بزنه، به جهت اینکه دموکراسی هست، یا در هندوستان. روشنفکر در آمریکا نقد سیاست میکنه امروز، نقد سیاست‌های دولت، نقد در واقع پالیسی های غلط، نقد موضع تاریخی آمریکا. مثلا عرض میکنم دیگه از دموکراسی گذشته، چون 200 سالی که در اینجا دموکراسی هست دیگه. نقد دین هم دیگه نمیکنه، چون ضرورتی نداره، خفه کردن این آخوندها رو، خفه کردن فرستادن کلیسا، اونجا مفت میخورن، مردم هم میخوان به اینا پول بدن، خب میدن. میگن 13% منافع آمریکاییان دوست دارن کلیسا بدن، خیلی هم زیباست. آقا دین میتونه خیلی زیبا باشه بابا جان، کارش کرده، یک هفته تو کارخونه زحمت کشیده، حالا یک شنبه است خلوت، دلش میخواست بره یه حس معنویت هم داشته باشه، چه اشکالی داره، خیلی زیباست. میری میشینه تو کلیسا دعا میخونه، این روانش رو صیقل میده، سرشار از معنویت میشه، با میشه بیاد بیرون. او آخوندم که اینجا رساده هر کاری میتونه بکنه جز اینکه بیاد در سیاست کار مردم دخالت کنه، پول بهش میدن فراوون،
یه آخوند یه بار رفت روی برجی، من تازه اومده بودم تعجب کردم، گفت خدا گفته به من 6 میلیون بدین وگرنه من نمیام پایین از این برج، یه برج دانشگاه. گفتم راست میگه، مردم که میدونن که این داستانا دروغه، که مردم آمریکا که نادان نیستن، ولی پول بهش دادن. گفتم حالا چون میگه خدا آقا بهش بدیم بیاد پایین دیگه، حالا 6 میلیون بیشتر اومد پایین دیگه. نقد دین دیگه معنی نمیده، چون دین نقد شده. آدمایی مثل نمیدونم تاماس پین، جفرسون، اون در روزگار انقلاب آمریکا نقد دین به قدر کافی کردن، در اروپا شده بود و شد. روشن فکری در مملکت ما جز در مبارزه با استبداد هیچ معنی دیگری نداره. روشن فکری دنبال استبداد نمیگرده که آقا. روشن فکر علی شریعتی شد روشن فکر. من نمیگم علی شریعتی آدم شریفی نبود، حتما آدم شریف، حتما مرحوم آل احمد مرد شریفی بود، اما این آدم های عصبانی بودن، از دست استبداد به در دیوار زده بودن، بیراه رفته بود. روشنفکری در تاریخ ایران جز مبارزه با استبداد و نقد سنت و نقد دین هیچ معنی نداره. این دین باید نقد بشه، ببینیم حقایقی درش هست یا نیست. هی گریه کردیم بر حسین به سر زدیم، تا کی قراره بزنیم؟ یه بارم صحبت کنیم ببینیم آقا داستانش چی بوده این حسین. در حضرت علی مولا علی کرم الله وجهه ببین آقا این سیاستاش چگونه بوده، چرا کشتنش، چرا جسدش از ترس دشمناش توی همون دار خلافه، هنوزم معلوم نیست گور علی کجاست، برای چی، چیکار کرده بود این علی؟ هیچ کس بریم لنگر زمین آسمان علی ابن ابی طالب. آقا ول کنین این داستانه مسخره رو، چه لنگر زمین آسمان؟ زمین آسمان لنگر نداره که. فضیلتاش بشناسیم، قدر بگذاریم به فضیلتاش، جوان مردی داشت، قدر بگذاریم. اشتباهاتش و خطاکاریاش باعث قتل هزاران هزار مسلمان بیچاره شد، همین آقای علی. اونا رو هم بشناسیم، قرآن رو نقد کنیم، ببینیم تضاد داره نداره، اگه داره چند صد تا تضاد داره، خطاهای علمیش کجاست، خطاهای تاریخیش کجاست. ای عربی گفتم ما رو ترسوندن، از این حرفا گذشته دیگه، میخوان چیکار بکنن غیر از کشتن و دزدیدن و سوختن و خوردن و بردن؟ کار دیگه میشه کرد مگه؟ روزگارش الانه. اگر این نقدها شده بود به این چاله نمیافتادی احتمالا. البته با اگر و تگر نیست تاریخ، تأکید میکنم. آخه این حقانیتی که میگن از کجا آمده؟ کی گفته این دین بر حقه؟ کی گفته این حقانیتش از مسیحیت بیشتره یا از هندویزم بیشتره؟ کی گفته؟ از کجا آمده؟ کی گفته اونا از این بر حق دارن؟ همش ادعا، پشتش هم شمشیر، کتک، زندان، بی‌آبرو کردن، تکفیر، تفسیق. قبول میکنی دیگه یواش شد یا آقا ولش کن بذار این چهار تا رکعت نماز بخونیم از شر این راحت شد. مثل حزب شیطان پرستان که علامات مخصوص دارن، اینا هم علامات مخصوص دارن، یه تعریش یه دونه از این نعل نمیدونم یابو داغ کرده به چندی چسبونده، یه تعریش پیرانش روی شلوارش تصویر به دستش، آدم حالش به هم میخوره میبینه. از ناسیهش هیچ گونه فراستی و بصیرتی نمیبینی. بزرگانشون حزب شیطان پرستان، دزدان ذخایر ملی، فروشندگان معادن ایران، شر انگیزان منطقه، به اسارت گرفتن ملتی رو به نام دین، به حقانیتش. الان وقتش آقا، الان وقتش ما ببینیم آقا حقانیتی داره، حقانیتش از کجاست. وقت ما به پایان رسید. هموطن گرامی، با سپاس از امیر جوان در اتاق فرمان و شما عزیزان، امروز میخواستم در باب هیرمند صحبت کنم که متاسفانه
وقت نشد، اصلا موضوع دیگری پیش اومد. اما تکرار میکنم که روز دهم، روز یک شنبه در اورنج کانتی هستیم، در 2575 مکوی در باب هویت ملی صحبت میکنیم. تا برنامه دیگر، درود بر شما جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.